مروری بر آمار آنچه که به عنوان نیروی سرکوب در میادین شهرهای مختلف در کشور اتفاق میفته، مروری بر اونها به ما نشون میده که انصافا خیلی این ارقام خیلی تکان دهنده ای نیست. اگرچه اینها با سراسر با دندان مسلح هستند، ولی زمینه اعتماد به نفس و توانایی و اعتماد به قدرت مردم را در بین خودشون میتونه افزایش بده. با توجه به اینکه وقتی میبینیم چنان که اشاره کردید بخش از آمار، ما میبینیم که متوسط کسانی که در بخش سرکوب نیروهای انتظامی و نظامی میتونن وارد میدان عمل بشن و در خیابانها به سرکوب مردم بپردازن، مجموعاً به طور متوسط 100 نفر به هر شهر هست. یعنی اگر احیانا مردم به توانایی ها و یک پارچگی قدرت خودشون پی ببرن و این پراکندگی قوای خودشون رو در سراسر کشور به نحوی توزیع بکنن، ما خواهیم دید که این نیروی اندک به هیچ وجه توانایی روبرویی و سرکوب مردم رو نخواهد داشت.